مرضیه محبی، وکیل دادگستری از پاریس با ماست. چه است به نظرتون خانم محبی هدف حکومت از اعمال احکام جدید علیه کسی که همین الان هم در زندانه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بیننده ها. من تصدیق کنم این 15 ماه حبس، نه 15 سال. اساسا جرم تبلیغ علیه نظام حبس 15 ساله نداره، این اشدش هم که در نظر گرفته باشن همون 15 ماه میشه. ببینید، جمهوری اسلامی یک سری جرائم وضع کرده برای وضعیت‌های ویژه، برای به منظور سرکوب، نه به منظور اجرای عدالت، نه به منظور ترمیم به قول خودش اگر بذهی قبول کنیم اتفاق افتاده باشه، و نه به منظور انتظام اجتماعی، فقط به منظور سرکوبه. این جرم تبلیغ علیه نظام هم از همین جرمی که از این دست تصویب شده، برای اینکه هر وقت بخوان گروهی رو یا افرادی رو مورد سرکوب قرار بدن، یک در واقع تشدید کنن مجازات ها رو، از این جرم استفاده میکنن که اینقدر غیر دقیق، انقدر ناپخته وضع شده که هر کسی به هر شکلی میتونه در محدوده اینها قرار بگیره. ظاهرا چند تا بیانیه که داده خانم محمدی در این مدت اخیر تبلیغ علیه نظام تلقی شده، که خب قاعدتا ایشون قصد انتقاد به کسی رو نداشته. حالا من فکر میکنم قصدشون هم همون تبلیغ به اصل و کل نظام باشه که مشمول مقررات این قانون میشه. ایشون حبس‌های طولانی مدت داره و اضافه کردن به اون یک جور انتقام جوییه. مثل همین دو تا خبرنگاری که دیروز آزاد کردن بلافاصله به خاطر این استقبال عجیبی که تو افکار عمومی اتفاق افتاد، یک جرم دیگه به عنوان بد اجابی بهشون اضافه کردن که دوباره بتونن باز یک انتقامی در واقع از مردم بگیرن، از این فضای که علیه رژیم داشته بین افکار عمومی انتقام بگیرن. انتقام اینها معمولا از یک شخص نیست، از جنبش انقلابی مهساس که به انواع و انهای مختلف و با این قوانین موسوم به امنیتی داره اجرا میشه. ممنونم از شما. مرضیه محبی، وکیل دادگستری از پاریس.